وان تو این زمینه صحبت کنم، همین بحثی کردیم در وقت استراحت بهت میگم. نکته دیگه که باید توی آنلاین ادورتایز در نظر بگیریم، باید لندینگ پیج داشته باشه. این کلمه رو تو ذهنتون باشه. خیلی ها از قدیم ندیم هنوز هم همینطوره. وقتی به دیجیتال مارکتینگ کمپانی درست حسابی میدین، این مسائلتون حل میشه. یعنی اونا میان براتون این مشکلات رو حل میکنن. شما میایین میومدن لینک میکردن به صفحه خودشون، مثلا اسم کمپانیشون فرض کن پارسیان مغان دات کام بود، که آقا هر ادورتایزی میذاش، هر بنری میذاش، هر تبلیغ میذاش تو گوگل یا هر جایی میذاره، آقا بره به پارسیان مغان دات کام. خب پارسیان مغان دات کام که صفحه اول شماست. که حالا بماند که خود همین هم در وبسایت خیلی مهمه که همون هم صفحه اول چقدر چه کارایی داره، ولی این باید بره به یه صفحه‌ای که در جذب مخاطب تیر خلاصو بزنه. یعنی اگر مثلا تو اون تبلیغت اومدی گفتی که 30% تخفیف در محصولات ما، باید به صفحه بیاد که اون 30% رو معرفی کرد. یعنی اون صفحه‌ای که باز میشه، من مخاطب باید در جا اینو ببینم، گول بخورم تا میشه بره پیکارش. اگر قرار باشه من اینو ببینم گول نخورم، سرت کلا رفته. یعنی باید حتما در آنلاین ادورتایز، در آنلاین ادورتایز، حتی در سوشال میدیا هم که دارید تبلیغ میکنید، که در نهایت دارید اینو هدایت میکنید اینو در اون بره به جایی، سعی کنید یه لندینگ پیجی براش تعریف کرده باشه. اون لندینگ پیجی که شما رو نجات میده. این بحث رو میبندیم چون داریم میریم که بخش خیلی تخصصی تر. برید استراحت کنید. ساعت چنده؟ 10 دقیقه میتونید استراحت کنید. بیشتر از 10 دقیقه هم کش ندین. زود برگردیم که کلی کار داریم. ساعت یکی بگی چنده؟ ساعت 7:25 است. ساعت 7:35 ادامه میدیم. من این وسطش میشینم که با شما هر کس سوال داره دنبال کنیم، با هم دیگه ادامه میدیم. هیوا، منظور چی از تبلیغات کلیکی؟ صداتو باز کن، من به من بشنوام چی میگی. هیوا صداتو باز کن، من صحبت کنم بشنوام چی میگی. هیوا هیوا ماهروی نه تو اون صدات هم خوب هم سر صدا نمیاد، خالی نبا بگو. ببخشید استاد، در ارتباط با یه سری نمیدونم تبلیغاتی هستش که پول ساز دیدنش رو فکر میکنم یه همچین اصطلاحی داره. یک نفر به من همچین چیزی رو گفت، ولی من فقط خواستم مطمئن شم که همینو میگی. خیلی خب صداتو ببن تا بگم. ببین یه عالمه تبلیغ میاد برای شماها که ببین یه عالم هیوا ماروی میگه که یه سری تبلیغ میاد که مثلا شما رو اینا کلیک کنید پول گیرتون میاد. من خودم اصولا اخلاقم اینطوریه که من خیلی پول زیاد به باد میدم برای یاد گرفتن. پول زیاد به باد میدم ولی برای چی؟ اینو گوشواره کنید، هر کاری میکنید اینو. آدم برای یاد گرفتن هرچی پول خرج کنه اشکال نداره. پول به باد بدید ولی برای یاد گرفتن. تمام کسانی که داره برای شما، من خودم تو همین زمینه مشخصی که شما میگید من پول دور ریختم. یعنی که رفتم اومدم، اینا که میگن با کلیک شما پول به دست میارین، اصلا امکان خارجی وجود نداره توش که شما بیاید بشینید مال دیگران رو کلیک بکنید و به شما پول بدن. خیلی هاشون میگن که آره دیگه کلاس اوور زده، شما رام تیم میتونی ایمیل کنی به آفیس و بگی که حاضری. اونایی که کلاس اوور زده کلاسشون رو بزنن ایمیل کنن به آفیس. شما اکثریت اینا علکی سرکاریه و خیلیشون در انتهای ماجرا میان به شما میگن که یه دونه شماره حساب بده. اگر که حالا شما اینجا رو ندارین یا همچین سیستمی اونجا فکر نکنم باشه، دایرکت دیپوزیت بهش میگن. اگر اون اکانت رو واسه بکنین، هرچند پول تو اکانتتون میره رو اون برمیدارن پولاران میره. اکثریت اینا علکیه و به خاطر این است که میان قابل بشین مثلا روی رفتن مشتری گرفتن، بعد اون مشتری گفتن، بعضیا قبلا اینطوری بودن، یه خورده کلاهبرداریش به این شکل بود که میرفتم با یه کمپانی قرارداد می‌بستم، گفتم ما برای تو ویزیتور میاریم، بعد ازش مثلا $10,000 میگرفتن، بعد میگم $10,000 مثلا $100 میگرفتن، $1,000 میگرفتن، گفتم ما برای در ازای $1,000 مثلا برای تو $3,000 ویزیتور میاریم. بعد به خاطر اینکه این ویزیتورها از جای مختلف دنیا باشن، اینا میگشتن آدم‌ها رو پیدا می‌کردن، گفتم فلان تو هر جایی هستی بیا فقط این صفحه رو یک کلیک کن، یه دونه وبسایت درست می‌کنن خودشون، اون بنرها و چیزهای تبلیغاتی اون شخص رو میذاشتن این صفحه راحت کار اینقدر کلاهبرداریش رو راحت کردن، میذاشتن توی صفحه که شما نیاز نباشه بری اون یه جای خاصی رو بزنید.
رو اون بنری که میزدی این میرفت اون لینک مورد نظر رو میخون و برای اون یه کنترل میداد که آقا بازدید کننده اومده، ویزیتور اومده، بعد میگفتن ببین ما ظرف مثلا یه ماه برای تو 100,000 تا ویزیتور آوردیم. اکثر اوقات که پول به کسی نمیدادن، ولی شما دقیقاً وارد یه بازی کلاهبرداری میشدی که حالا اگر هم به شما 10 دلار 20 دلار 5 دلار تعلق گیره وارد یه بازی کلاهبرداری شدین، چون هیچ کدوم از اینا ادامه دار نیست، یعنی واقعیت نداره. حالا یه یکیش که الان میگفتم من پول توش دور ریختم بود که کجا بود، به یه جایی رسید که مثلا سهم من رسید، مثلا میگم یه چیز دیگه بود شبیه هم، ولی یه داستان دیگه، مثلا من مثلا فرض کن سهم من رسید به 30,000 دلار 40,000 دلار عدد نمیخواد کن 30,000 دلار. بعد خیلی از بچه هم که با من تو گروه ها آشناهای من بودن اینا، اینا مثلا هر کم به یه عددی رسید دارن دیگه، مثلا باید شما پول دور نریزیم، مثلا من حالا این یه پولی باید میرفتی به حساب پیپال که مثلا از پیپال این به پیپال اون که مثلا اکتیو بشه، یه بالا یه قصه ای به مورد که بالاخره 2300 دلار من پول رو ریختم که فقط به اینا ثابت کنم که آقا دروغه الکیه ریختم و دروغم بود. رفت که رفت دیگه، هیچ پیدا هیچ خبری از اون مجموعه نشد. سوال بعدی، من متاسفانه تو گروه نمیدونم چرا من گروه سه رو هیچ چیش ازش نمیبینم. بچه ها اگر میخواییم با من صحبت کنید صداتون رو باز کنید با من صحبت کنید. گروه سه من صدا هر کس میخواد با من حرف بزنه، من هیچی تکستا رو نمیبینم. یه لپتاپ جدید من اصلا تو شیش کاری نمیتونم بکنم. صدا رو باز کنید با من صحبت کنید هر کی میخواد حرف بزنه. گروه سه کاش میکنم. امروز چه سوت و کوره، هیچ که سوال نداره، چه وضعیت پیچیده ایه. تو اینستاگرام بعضی میگن که تصویر میتونید داشته باشیم اینا، اینجا الان به اندازه یه دونه مغازه لپتاپ فروشی، اینجا الان لپتاپ و تبلت و فلان اینا، من نمیتونم هماهنگی همه اینا رو که هم تصویر نشون بده هم صدا، اصلا شدنی نیست اصلا. یعنی همشون من میگم گروه برابرش رفیقامون تو کدوم اینا گروه دویا، الان مثلا من دارم با یه دونه زاویه میبینن، الان کورنر دیدی فوتبال میخواد کورنر بزنه، از جناح چپ دارن میخوان کورنر بزنن الان اینجا. بعد یه واسه اینجوری دیگه کاری نمیشه که. بهزاد نوری میگه بحث سافر رو این ست امیر در کورنر رو زدیم، با این نت اصلا نمیشتم جایی برای سوال نمونده. راست میگه، نه بهروز میگه بعض نت خیلی خرابه اون وقت درست نمیشتم. من خیلی از اینا رو چیز میکنم، خیلی از این داستان رو میبرم توی داستان دنبال. میدونید که ما اصلا بخواد از تلگرام داریم از تلگرام استفاده بهینه میکنیم و داریم اونجا خیلی از این بحثا رو میبریم اونجا ادامه میدیم. به همین دلیل یعنی همتون باید توی کانال تلگرام اونی که نوشته بیزنس دیسکاشن تو اون رو استفاده کنیم. برای همین هم من تکلیف کلی میذارم که درباره یه مسائلی مثل که همین الان مثلا یه دونه بحث رستوران گوشتم صحبت کنیم، همین که این حرفایی که یعنی جلسه آخر که تموم میشه میریم اونجا که قصه ادامه داره. ما کلاسمون این نیست که فقط 4 جلسه بذاریم و بگیم آقا تموم شد رفتی، حالا هر چی شد شد. شما واقعا باید از این کلاس با دست پر بریم بیرون و بتونید در دنیای ریالیستیک در دنیای واقعی بتونید استفاده کنید. برای همین کانال تلگرام رو جدی بگیرید، تلگرام دیسکاشن رو اونجا واقعا خیلی حرفه‌ای دنبال می‌کنید و خیلی از چیزا رو اونجا با هم شیر می‌کنید. مثلا فرض کنید خیلی از بچه‌ها من دارم می‌بینم که واقعا بسیار از مباحثی که اونجا مطرح می‌کنن، بسیار از جاهایی که میدن برمی‌گرده مطالعات که دارن، خیلی خوبه. من خود من الان اون چیزی که داره در اون مقطع میگه اون رو در اون لحظه‌ای که اون داره مطرح می‌کنه من کانسپتش رو می‌دونم چیه، بحثو می‌فهمم چیه، ولی اون چیزی که اون بر اساس الان برای شما آورده جذابیتش چیه در چیش میگن مطالعه. همیشه گه گفتم که در جنب تمام این کارا مطالعه حرف اول آخر رو میزنه. همون جلسه کی بود؟ جلسه اول دوم بود که آره اشکان بروج اومد مثلا بحث چیزو مطرح کرد تو آفر. کدوم بود بحث اینجا؟ من تو آن یه جایی نوشته دارم که یادم نره اون جلسه قبل که گفتم آپسل و کراسل و اینا رو گفت. خب ببین در طول روتین حرف که زده نمیشه، اما همینو اگر مثلا میاره تو تلگرام اونجا بحثشو باز میکنه یه عالمه همه چیز یاد میگیره. این برمیگرده به اون حجم یادگیری. یا همین کارگر مسئله که مثلا میاد تو بحث مطرح میکنه وقتایی، خب همه اینا شیر کردن اینفورمیشناتونه با هم دیگه، این خیلی اونجا مصرف داره. حتما توی کانال تلگرام اون بسیار قوی تر الان که خیلی عالی، من از همش راضی هم. همین الان ظرف کمتر از 4 هفته‌ای که ما اون کانال تلگرام رو درست کردیم به نظر من میلیون ها دلار اونجا الان مشاوره رایگان هست برای کسایی که میخوان بیزینس بکنن. همین الان کسی میخواد الان فرانچایز یه دونه
رستوران بزنه یه عالمه اینفورمیشنه که بعد میاد از کمپانی امسال کمپانی من که بعد هزار دلار ما اینو چارج کنیم بهشون اینفورمیشن بدیم. خود من اونجا اومدم دارم یه عالمه اینفورمیشن رایگان میدم، یا بحثو به سمت میبرم که داره اینفورمیشن رایگان میگیره، اون هر چی میتونید قوی کنید و مشتریاتون و دوستانتون و همکاراتون رو بیارید تو اونجا و این بحثا رو جدی با هم دیگه دنبال کنن. خیلی از سافت‌ورها رو در اونجا معرفی خواهیم کرد. بعد وقتی یه سافت‌ور معرفی می‌کنیم، یه دفعه اون یکی میگه با من استفاده کن، اتفاقا اون چیزی فکر می‌کنیم نیست، اون امکاناتی که ما باور داریم ازش و انتظار داریم ازش اون نیست. خب سریع می‌فهمیم برای کی پول خرج می‌کنیم. یا وقتی یه حرفی می‌زنیم، همه الان محض اطلاع شما دو تا پروژه داره آماده میشه برای انجام. یکیش رو سید محمود دستش الان داره آماده می‌کنه، دو تا پروژه دست سید محمود الان داره آماده میشه که شروع کنه. بعد فایورز یک دونه پروژه رو از هفته دیگه شروع میکنه در دنیای گردشگری. بعد این پروژه ها رو میارن تو جم مطرح میکنن با کمک جم، میان همکاری جم، اون متنای مورد نظرش، اون بزنس پلن مورد نظرش رو به اجرا میذارن. برای همینه که تا میتونید از همدیگه استفاده مثبت ببرید و همدیگه کمک کنید، قطعا با همدیگه خیلی کارهای خوب میتونید بکنید. حالا بماند که قرار با پیمان ریحانیان هم برای کارهای خوشگل بکنیم صداش در میاد. بیا تا گفتم پیمان میگه صدات ضعیفه، من خودم کلا آدم ضعیفی هم پیمان جون، نگاه به هیکلمون نکن، هیکلمون گولزنک. بعد ساعت چنده؟ خب من تو گروه 3 گفتم بهتون دیگه، فهمیدین دیگه، من کلا متنای شما رو نمیبینم، هر کی میخواد با من حرف بزنه صداشو باز کنه حرف بزنه. وضعیت صدا این لپتاپ نمیدونم چجوریه. این اسکایپ دو تا ورژن داره، یکی ما داریم اون اسکایپی که مثلا همیشه باز میکنیم، یکم دسکتاپ ورژنشه. این الان دسکتاپ ورژنش به جای که بهتر باشه هیچ فرم هیچ چیز جذابی هم نیست، هر کاری میکنم من تکستا رو نمیبینم. برای همین تجربه شد که ما دیگه رو اسکایپ این قصه رو نداشته باشیم. خب برگردیم به بحثمون، وقت رو تلف نکنیم. آره بحث این جلسه‌مون بحثایی است که گذاشته بودیم برای جلسه آخر. به شدت حرفه‌ای‌ترین بخش‌های مهم مارکتینگه. شما در دنیای مارکتینگ این حرفایی که این جلسه داریم می‌زنیم و زدیم که بخشش موبایل استراتژی بود و سوشال میدیا یعنی و کوپون و اینا دیگه از اینا مهم‌تر شما در بازاریابی و در دنیای بازاریابی امروز نداری. در دنیای امروز آنلاین اد گفتیم، سوشال میدیا اکتیویتی رو گفتیم، موبایل مارکتینگ استراتژی رو گفتیم، و خدمت شما عرض شد که اینا رو گفتیم. الان میریم که داشته باشیم سه تا بحث بسیار مهم دیگر رو. بهروز نجفی نژاد میگه که یه سوال میخوام بپرسم، یه سوال کلی در مورد یه مشکل خاص خودم بپرسم در پرزنت مشتری. ببین بذار توی بعد از اینکه این قسمت تموم شد تو استراتژی دوم با من مطرح کن، من حرفشو میزنم. خب میدیا کوپریشن، بحث ارتباط با میدیاها یکی از مهمترین بخش‌های بیزینسه. بماند که حالا یه کورسی رو ما داریم که به نام میدیا ریلیشن که شما در از هفته بعد آغاز میشه، اون که سر جاش نمیدونم بعضی از شما هستین سر این کلاس، ولی بعدها در آینده ما اینو خیلی گسترده‌ترش می‌کنیم. اونجا خیلی دو تا چیز یاد می‌گیرن، یکی اینکه چطوری یه دونه خبر و یه دونه بسته خبری رو به قول اشکان بروج آماده بکنن برای عرضه. یه چیز دیگه که اونجا یاد میگیرن این است که میدیا ریلیشن، یعنی اینکه اهمیت میدیا ریلیشن آره برای آخر جلسه بروز، آخر جلسه اهمیت میدیا ریلیشن که اصلا بحثی توش نیست، یعنی اصلا به عنوان یکی از بحث‌های اصلی دنیا در نظر بگیرین که این کار که آقا میدیا ریلیشن به شما کمک میکنه که یعنی یه بخش مهمی از کار چیزه، کار خدمت تو عرض شود یه بخش مهمی از یه بازاریابیه، یه مارکتینگ پلنه. شما باید بر اساس مصرف خدمتتون عرض شود که بیزینستون، بر اساس مخاطبتون، بر اساس خدمتتون عرض شود که بر اساس مدل اون عرضتون، جغرافیای کارتون اومدیم گفتیم شما بر این اساسا میان یه دونه رسانه مثلا چاپی یا تیوی یا رادیو اینا رو همه انتخاب میکنید. رسانه ها خب متعون،
از قدیم چیزایی که استانداردهایی که همه از قدیم بود، رادیو بوده، تلویزیون بوده، مجلات بودن، روزنامه‌ها بودن، هفته‌نامه‌ها بودن، اینا همیشه بودن و آدم بالاخره تو اسم رسانه که میمد میگفت که آقا این داستان اینجوریه. اما چیزی رو که الان خیلی نه حمید این تو چیز نداره، این تو این گروه دارم، همه کارگاه کمک به ما داد، این تو این گروهه، تو اون گروه نمیده، اون لامصب رو نمیده اون بالا، من نمیدونم چه مشکلیه، من نمیبینم، حالا به هر حال نمیده دیگه، من نمیتونم اینا رو باشون چتاشون رو ببینم. بعد چی میگفتیم، کجای بازی بودیم؟ خب در کنار اینا یه چیز دیگه که اومده تو داستان، داستان آنلاین اضافه شد و در دنیای آنلاین، آنلاین خودش شد یه رسانه. یعنی الان بسیار از رسانه‌ها، شما مثلا خود من فرض کنه CNN رو دارم به جایی که نه CNN رو، اکثر چیزا رو، من CNN رو خاطر اگه تی وی بود براتون مثال زدم، اما هی هم دنبال اینم که مثالایی که میزنن و خدا نکرده حساسیت برانگیز نباشه، اسمایی به کار نبرم کرده که حساسیت ایجاد بکنم، مثلا CNN رو که من میخوام نگاه کنم یا دنبال کنم، اونم وبسایت رو باز میکنم، رو موبایلم، رو ماشینم، این ور اونور، هر جا که هستم، یا رو کامپیوترم، هر جا که هستم دارم اون، یعنی آنلاین، اون ورژن آنلاین این به شدت اهمیت پیدا کرده و داره کارایی پیدا کرده. یعنی پس رسانه ها در دستبندیاش وقتی میایم قرار میدیم، میگیم آقا تی وی هست، رادیو هست، پرینتینگ میدیا هست، اصطلاحا یعنی رسانه های چاپی هستن، همه اینا رو که میگی، تمام اینا رو که گفتی، میای میبینی که میرسی به چی؟ به خدمتتون عرض شود که همه این کارا رو که کردی میرسی به این داستان که نشد حمید، حمید نشد، ولش کن. همه این کارا رو که کردیم میرسیم به این که آقا آنلاین میدیاها، ما اول از همه باید با تمام اینا ریلیشن برقرار بکنیم. پس توی گروه بندی هم همیشه یادمون باشه که آنلاین میدیاها خودش تو لیست اصلی این داستانه.